در مورد آلبوم رویای روز، یا بهتر بگم رویای بیداری، که تشکر میکنم از برادرم که این رویای روز رو تصحیح کرد، چون وقتی میگم دی دریم بهتره بگم که رویای بیداری. این آلبوم در واقع صحبت از رویاهای یک زن داره، یا یک دختر داره، یک نوجوان، جوان و یا به هر حال یک انسان داره. خیلی از ماها لحظاتی رو در روز داریم که با یک رویا و یا یک آرزو درگیر هستیم. گاهی اوقات برای یک آن انگار که خیره به جایی میشیم و از این دنیا خارج میشیم، که البته ریشه در ممکنه در نوجوانی، جوانی، بچگی داشته باشه و این آرزوها بیشتر اوقات به وقوع نپیوسته و یا در حد آرزو مونده. من اتفاقی که در من میفته لحظه که این رویا یا فکر درون ذهنم تصویر میشه، خوشبختانه این امکان هست که بتونم یاد اون لحظه یا به هر حال نزدیک اون لحظه در طول همون روز یا شب بتونم اون رو با این ابزار دیجیتال و تکنولوژی کامپیوتر یا آیپد بتونم ثبتش بکنم. خوشحالم که میتونم این کار رو انجام بدم و خیلی به من کمک کرده این دیجیتال بودن. شاید من در خود نقاشی فیزیکی نمیتونستم اینطوری این کار رو انجام بدم. در پروسه و اون اتفاقی که میفته موقع کار کردن، خیلی چیزا عوض میشه و این امکانات دیجیتال به شما این موقعیت رو میده که به راحتی یه چیزی رو بردارین، بذارین یا با اون فکر بازی بکنین و اون افکارتون رو بپرورونین. به هر حال این آلبوم تنها رویای من نیست. رویای خیلی از انسان ها میتونه باشه، به خصوص روی سخن من با خانم ها و دختران و چه در جوانی و نوجوانی و حتی در سن بالا هستش. برای همه انسان ها هست، ولی چون من خودم یک زن هستم بیشتر میتونم اون رابطه رو برقرار بکنم و از دید یک زن صحبت میکنم. این رویاها گاهی اوقات شیرینند و قندند، ولی گاهی اوقات هم زهرند و تلخند، از یک نابسامانی و یک به هر حال ظلمی صحبت میکنه و یا همونطور که گفتم بعضی اوقات بسیار زیبا هستند. خیلی ها که حتی با من به هر حال در اون آلبوم من یک شی نیستم بگفتن که چرا این کار رو داری انجام میدی، فکر میکنم الان خودشونم این کار رو دوست دارن یه جورایی، چون اونها هم احساس میکنم حرفای ناگفته زیاد دارن و وقتی که این کارا رو میبینن یه جوری یک رابطه باش برقرار میکنن، انگار که کسی دیگه داره از درونشون صحبت میکنه و بعدشون نمیاد که یه نفر دیگه، چون خودشون نمیتونن، خودشون اون جسارت رو ندارن، بعدشون نمیاد یه نفر دیگه این رو تصویر بکنه، این افکار رو. البته من باید بگم که به راحتی این کار انجام نمیشه، خیلی راحت هم نیست، به خصوص من که خیلی خودسانسور هستم و نمیتونم افکارم رو، اون چیزایی که واقعا میبینم رو با جسارت زیادتری بیان کنم، چون
اشخاص دیگه هم درش درگیر میشن و به خودم این اجازه رو نمیدم. برای همین از تصویر و صورت